خودت ساعت کی بشی چیکار می‌کنی؟ نمی‌دونم. ماشین. سلام، من خوش اومدین. بالاخره 100 هزار تایی شدیم و برای اولین بار اون قولی که بهتون داده بودم که 100 کی میشیم ماشین میگیرم اتفاق افتاد و واسه اولین بار توی عمرم بعد از 21 سال ماشین خودم رو گرفتم. KMC J7. اصلا اومدیم یک جا، اصلا بیابون، اصلا نمیدونیم کجا هست، فقط رد پای سگ رو زمین مشخص. امیدوارم نیاد ما رو بگیره. این بحث چه ویوی داره اینجا تهران؟ شما همچین ویوی پیدا نمیکنیم. خودمونم نمیدونم چجوری پیدا کردیم. بریم توی ماشین ببینیم امکانات و اینا چجوری، اصلا چی داره و اینا و اینکه چه خبره. خب آقا، این ماشین آپشنایی که داره چند تا اسب بخار چی بود؟ موتور 1.5 توربو بود اگه اشتباه نکنم. اسب بخارش هم نمیدونم اسب بخار اصلا چی هست. اسب بخار من فکر میکردم مثلا اینکه 4 تا اسب میان که ماشینو میکشن و نسبت به اون میگن اسب بخار. الان یعنی مثلا 180 تا اسب اینو میکشن. عجیبه. بعد این ماشین دندش اتومات، همینجوری که دارین میبینین کلا ماشین اتوماتیه دیگه، دنده اتومات و کلید هم نداره، با این دکمه روشن میشه و خلاصه که کلا بنده آدم اتومات سواری و کلا دنده اینا سلامتی و خلاصه که اینجوریه. الان مثلا فرمونش یه حالت دی شکل داره و عرضم به خدمت شما آپشن خفنی که داره میدونید چی؟ آپشن خفنش اینه که نورش رو اتوه، نور رو شما اینجوری روی اتو میذاری، نور رو شما روی اتو که بذاری دیگه صبح باشه شب باشه هر چیزی که باشه بری تو تونل دیگه خودش میفهمه چراغ روشن میکنه. یا مثلا اینجا این یک آپشن واقعا خفنیه. مثلا من اولین بار که این ماشین رو گرفتم تو بارون بودیم، بعد اصلا نمیدونستم آقا این چجوری بارونش روشن میشه، بعد خودش دیدم داره بفراکون میزنه. مثلا این چیزای خفنشه. مثلا سانروف هم داره، سانروف رو به شما نشون ندادم. این رو میزنی بهاری میشه و این رو میزنی پیوسته شد. دوستان ببخشید اون دکمه اوپن و کلوز رو اشتباه گرفتی. البته گفتن سقفش پاناروما اگه اشتباه نکنم، ولی خیلی دیگه نیمچه پاناروما، یعنی مثلا از اینجاش تا اینجاش باز نمیشه دیگه، تا این تا همینجا باز میشه اینجوری. بعد صندلیاش چیز خوبی که داره این ماشین، اوه آپشنو نگفتم، اینجا کول باکس ما داری، شما میتونی هر چیزی که خواستی اینجا قرار بدی. بعد اینجا یه دریچه داره، آقای فیلمبردار نشون بده تو رو. این دریچه‌ای که داره باز میشه و شما میتونی حالا هر چیزی که اینجا گذاشتی، دریچه کولر میاد این درش بسته میشه، یه حالت نیمچه سرد کنی داره. و میریم سراغ صندلیا. صندلیاش یه بدی که داره اینه که صندلیش مثلا این یکی سمت شاگرد، صندلی سمت شاگرد برقی نیست و فقط این برقیه و گرم کن صندلی همین داره ولی سرد کن نداره. ولی حالا واسه من واقعا دوست دارم، خیلی خفن. و چیزی که هستش صندلیاش یه حالت گیمینگ تور داره، اگه نگاه بکنی مثلا اینجاهاش باعث میشه که کسایی که نشستن توی پیچ چپ و راست نشن، کسی که جلو نشسته یا مثلا راننده توی پیچ باعث میشه این و این چپ و راست نشه ماشین. حالا البته من اینم نکندم آقای فیلمبردار، رو کنیم اینا رو الان نه، بعدم میکنم. و اما آپشن خفنش، آقا آپشن خفنی که این ماشین داره و خیلی خودم ازش لذت میبرم، آپشن دوربین 360 شه. شما اینجا میتونید ماشین رو از بالا داشته باشی، از بالا دور تا دور ماشین رو داری. بعد اینجوری دوربین جلو رو شما داری، میزنی عقب ماشین، اینجا رو میزنی دوربین عقب رو داری، بعد فرمون رو چپ و راستم بکنی، حالا ما نمیدونم. دوربین بغل، این دوربین بغلته، دوربین سمت راستت هم راستت رو نشون میده. و حالا یه چیز دیگه، شما اگر این رو بذاری رو حالت 3D، الان ماشین 3D، شما هر جایی بری ماشین رو به صورت سبویی داری، میتونی دور تا دور ماشین رو ببینی. عالی. حالا آپشن خفنی که هست، میرسیم سراغ شارژر وایرلس. شما گوشی رو که بذاری اینجا شروع میکنه به شارژ کردن، ولی الان شارژ نکرد، بگیر نگیر داره. شروع میکنه به شارژ کردن وایرلس، ولی سرعتش یه مقدار پایینه. شما این زیر رو بگیر، این زیر شما جای شارژ رو داری، میتونی به صورت USB بزنی به شارژ و گوشیت شارژ بشه به حالت خفن. ولی شاید فکر کنی که فقط نوارات جلو میتونه از این امکان استفاده کنه، نوارات عقب هم چنین امکاناتی ندارن، ولی نه. و اما آپشنی که عقب داره، آپشن عقب زیاده. نگاه کن، من اصلا صندلی رو نیوردم عقب، همونجوری که جلو نشسته بودم صندلی همون سر جاش هست. و شما فاصله پاهای منو نگاه کن، من قدم 100 تقریبا 80
فاصله پاهای منو نگاه کن تا جلو چقدر زیاده، اینا همه معیاره. و قد من نگاه کن، کله من بازم به این سقف نمیخوره، راحت میشینم، کلم به سقف نمیخوره. و اینکه ایربگای زیادی داره دور تا دور، مثلا اینجاها و کلا روی ستونا ایربگ کار شده. و آپشنی که عقب داره بفرمایید. آقا شما عقب هر چند تا آدمی که نشسته باشن اینجا یو اس بی دارن، یو اس بی 5 ولت اگه اشتباه نکنم، میزنی هر چی داشته باشی میزنی شارژ میشه واسه، تموم شد رفت دیگه، لازم نیست با خودت پاور بانک بیاری، ماشین خودش بر میکشه خودش. و واسه عقبم حالا کولر هم داره دیگه، سرون هوا سرد. وا اینجا یه چیزی بود ما اصلا نمایندگی تو الان تست نکردیم، خوب شد گفتی تو، اینجا یه کاپ هولدر باید داشته باشه. حالا یعنی ما اینو بدیم پایین. اینا رو ندیده بودم من اصلا، ما یه بارم تست اصلا تو نمایندگی یادم رفت اینو باز کنیم به متعمل داد یارو. خوبه آقا، از اینم لیوان جا میشه، ما لیوان داشتیم تو اون جلو، لیوان ها به هر چی زیباتر جا میشن. یه چیز دیگه ای هم که داره نور پردازی پشت، یعنی داخل کابینه که فقط واسه افراد جلو، اون داخل شما میتونید نور رو تنظیم بکنی هر رنگی خواستین، اون جلو یه نور قشنگی توی شب بهتون میده. و حالا آپشنی که هست صندوق کاملا برقیه، شما یه دکمه اینجا میزنی، اصلا دکمه در ریموت شما بده، اصلا بدون هیچ دکمه شما ریموت رو نگر میداری، اگر یاری بکنه با ما ماشین در اون پدر چرا باز نمیشه. به هر حال حالا ما اونو بلد نیستیم، یه دکمه اینجا داشت، کجا بود؟ میدنی دکمه رو خود ماشین باز میشه، خودش باز میشه، شما فقط فضای صندوق رو نگاه کن، تمستون و سویل قشنگ اینجا جا میشه. حالا سمستون جا نشه، سویل ولی جا میشه. معیار من بر اساس این دوتاست، هر کدوم جاشن یعنی صندوق بزرگی، سویل جاشه یعنی صندوق 4x لارجه. و یه دونه دیگه میزنی بعد یه آپشنی که داره مثلا تو این ای رو بزنی میره روی حالت اوتو، بعد به دست سگه روشن شد دیگه، حالا ولش کن بستشو نمیخوام روشنش. شما میزنی و ماشین که اتومات باشه بدون اینکه هیچ گازی بدی خودش میره. یا اول فرق اینجا مرغ خروس واسه دوستان، من حواسم به همه شهروندان هست، اینا هم جزوه بالاخره اهالی اینجا هن دیگه، ما باید حواسم. آقا چقدر زیادن اینا، مثلا مرغ خروس هم نیستن اکثرشون، اورده کن دوستان عزیز برین کنار دوستان، بالشو باز کردن اون میشه بدن گمشین برین کنار دیگه، واقع وحشه اینجا چقدر زیادن اینا. آدمی ولغاز و دوستان اینا مدیر عاملای شرکت هن. همین جوری وایسادن آقا برید. اون بیشرف رو نگاه داره مثل گاو میاد جلو، اون احمق خر رو نگاه، یه نفر گاو را میافته دو نفر احمق پشت سرش را میافتن، چقه اون بر ما داریم زحمت میکشیم. آها بعد این چیز دیگه ای هم که داره یادم رفت بهتون بگم، سیستم اتو هولدش اینجا نکن یه دونه ای داره، این باعث میشه که وقتی که شما این رو میزنی ماشین رو ترمز میکنی، نکن همین الان نکن ترمزش میکنم، حتی اگه تو سر بالایی هم باشی پاتو ورداری اینجا مینویسه اتو هولد، سبز میشه اتو هولد این پشت فرمون. بعد دیگه چی میشه؟ دیگه نیاز نیست شما نیم کلاج بکنی، فقط گازو میدی میره. با اینا چرا عادت دارن پرندگان بیان وسط جاده؟ آقا اینا البته حالا اینا بیشور نیستن، یه بگو بزنم ببینم اینا میفهمن. باریکلا به شعور شما. بعد یه سری از ماشینا بعدیشون اینه که تو وقتی گاز میدی میخوان دنده عوض بکنن صدا میدن، یه سری ماشینای اتومات، حتی نمیدونم لکسوس هم من داشتم میدم اون موقع این مشکل رو داشت، ولی این نه خدا رو شکر اصلا هیچ مشکلی نداره تو دنده عوض کردن. بذار مثلا گاز بدم ناکن خودش دنده عوض کرد، اصلا هیچ صدا و تقلیه هم نزد، اینش خیلی خوبه. بیا بارو گام شو، بیا بارو گام شو مرتی که سبقت ممنون، مثل گاو میخواد سبقت بگیری، بیا گام شو. من نمیدونم چرا جاده رو اینجوری طراحی کردن، این وسطش الان با درد کی میخوره مثلا، جاده مگه خط ممتد نی؟ این وسط واسه کیه؟ مثل جی تی آی طراحی کردن، اما مثل گاو رفت. آقا دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین، فقط خواستم بهتون بگم اون قولی که بهتون داده بودم همین جای من، فقط اینکه نمایندگی خیلی دیر تعویض داره، رو 3 ماه بده 5 ماه داد. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین و لایک کردین، مخلص همگی، خدا نگهدار.